ساقی بده پیمانه زانه که بخشم کنم بر حسن شورنگیز تو عاشق تر از پیشم کنم. احسان امان زاده 1337 خورشیدی یکی از هنرمندان نامدار موسیقی افغانستان است که در میان علاقمندان هنرش از شهرت خاصه برخوردار است. احسان امان در سال 1337 خورشیدی در شهر لشکرگاه در ولایت هلمند در یک خانواده تحصیل کرده به دنیا آمده است. مکتب ابتدایی و متوسطه را در لشکرگاه به پایان برد و تحصیلات عالی خود را در سال 1356 در دانشکده انجینری دانشگاه کابل آغاز کرده و در سال 1360 مدرک کارشناسی یا لیسانس خود را در رشته معماری به دست آورده است. از آنجا که او از آوان کودکی به موسیقی علاقمند بود، نواختن آکاردیون را در سن کودکی آموخت و با راهنمایی و تشویق پدرش با آوازخوانی روی آورد. احسان از زمان دانش آموزی خود در پی آن بود یک هنرمند پرآوازه باشد. از این روی شاگرد شفقت علی خان پسر استاد سلامت علی خان شد و از راهنمایی های او در فن موسیقی کلاسیک هند استفاده برد و این خستین کارهای رسمی هنری خود را از رادیو کابل وقت آغاز کرد و از همان دوران بود که صدایش به گوشهای مردم تنین انداز شد و توجه مردم را جلب کرد. به گفته خودش اولین آهنگش شعری از آفس بود که در سال 1357 خورشیدی مطابق به 1978 میلادی از رادیو افغانستان پخش شد با عنوان بوت دارم. احسان امان با سحر دختر نینواز ازدواج کرده و به گفته خود او همسرش روح و هنر موسیقی را کاملا درک می کند و در سالهای جنگ همانند دیگر هنرمندان افغان مهاجر شد. نخست به پاکستان رفت و سپس به آمریکا پناهنده شد. در دیار مهاجرت ابتدا با کارهای دیگری پرداخت، اما پس از تقاضای علاقمندانش دوباره کار موسیقی را آغاز کرد. او جوایز متعددی از جشنواره‌های موسیقی نیز به دست آورده است. آقای امان میگوید که همواره احمد ظاهر را دوست داشته و به طرز بیان اشعار و اجرای آنها بسیار علاقه دارد. و از پیشکسوتان موسیقی کلاسیک امروز شعیب غزل، نعیم نظری، استاد الطاف حسین سراهنگ را نام میبرد. احسان امان اولین آلبوم موسیقی خود را پس از ترک افغانستان در سال 1983 میلادی در آمریکا ثبت کرد و تا کنون حدود 45 آهنگ دارد و سیدی هایی را با عناوین سحر، حال آبی افسرده، امید افغان، ضربان قلب، با ساب گذشته به بازار عرضه کرده است. با وطن بازر سم نظر کردم که هم از روی